لیست ها یکی از اناسار رایج در دفترچه های وان نوت هستند. مثلا ممکنه در یک دفترچه لیستی از نام محصولات، شهرها و غیره رو وارد کرده باشیم. در دفترچه های وان نوت دو سبک برای نمایش بهتر لیست ها وجود داره. یکی استفاده از اعداد و دیگری استفاده از یک گرافیک موسوم به بالت هستش. در این درس لیست در دفترچه های وان نوت رو خواهید آموخت. در نظر داریم شرایط نگهداری گیاهان آپارتمانی رو در قالب لیست نمایش بدیم. شرایط اصلی نگهداری گیاهان در هشت گروه تقسیم شدن و برخی از عناوین دارای شرایط خاص خودشون هستند. همونطور که پیش از این گفتیم دو سبک لیست در وان نوت داریم. یکی لیست های شماره گذاری شده با اعداد و یکی لیست های نشان گذاری شده با آیکنهای های کوچیک گرافیکیه. ابتدا این لیست رو انتخاب می کنیم. در مینی تول روی لیست های نشان گذاری شده برای ساخت یک لیست از این نوع کلیک می کنید. می بینید که یک بالت قبل از هر عنوان در لیست قرار گرفت. برای اضافه کردن یک مورد به این لیست در انتهای اولین عنوان کلیک کرده و سپس انتر می زنید. می بینید که یک نشانه به لیست اضافه شد. عبارت نور رو تایپ می کنید. برای ایجاد مورد بعدی در لیست انتر می زنید. حالا عبارت آبیاری رو وارد می کنیم و مجدداً انتر می زنیم. این بار عبارت کود رو می نویسیم. در انتهای لیست یه مورد دیگه اضافه می کنیم و انتر می زنیم. اما لیست ما هش مورد بیشتر نداره، پس این مورد اضافی هستش. برای حذف آخرین سطر کافی از کلید بک اسپیس استفاده کنیم. گاهی اوقات یکی از عناوین زیر مجموعه هایی داره. به عنوان مثال آبیاری دارای شرایط مجزا برای وارد کردن این سه شرایط بعد از عبارت آبیاری قرار می گیریم و انتر می, زنیم. می بینید که وان نوت یک نشانه به این لیست اضافه میکنه. اما این شرایط باید به عنوان زیر مجموعه ی آبیاری درج بشن و در صورتی که اونها رو تایپ کنیم هم صد با دیگر عناوین وارد میشن. برای اینکه در لیست یه صد جلوتر بریم کلید تب رو میفشاریم. حتی میتونیم یه بار دیگه از تب استفاده کنیم تا یه سطح دیگه هم جلو بریم. همچنین برای اینکه در لیست یه سد به عقب برگردیم از میانبار صفحه کلیدی شیفت و تب استفاده می و با هر بار فشردن اون باز هم یه سطح دیگه به عقب برمیگردیم. در نهایت برای اینکه شرایط آبیاری گیاهان رو وارد کنیم بعد از عبارت آبیاری یه سطح جلوتر میریم. اولین عبارت رو تایپ می برای وارد کردن مورد بعدی انتر می زنیم و اون رو هم به همین صورت وارد میکنیم. عوامل موثر در آبیاری هم دارای شرایط مجزا هستند. بنابراین در انتهای این سطر انتر میزنیم و برای اینکه یه سطح دیگه هم جلو بریم کلید تب رو میفشاریم. بسیار خوب. برای تکمیل شرایط نگهداری گیاهان موارد بعدی رو هم وارد کنیم. لیست شرایط نگهداری گیاهان آپارتمانی تکمیل شد. اگه بخوایم ویژگی های نشانه های لیست رو تغییر بدیم روی فلش کنار گزینه بالت در سربرگ هم کلیک میکنیم. در این لیست همونطور که مشاهده می کنید امکان تغییر نشانه ها رو در اختیار دارید. برای استفاده از این نشانه ها ابتدا سطر هایی رو که می نشانه های اونها در لیست تغییر کنه انتخاب کرده و سپس از این لیست یکی از آیکن های گرافیکی رو انتخاب می کنید. تا اینجا ایجاد کردن لیست های نشانه گذاری شده رو یاد گرفتیم. در ادامه نحوه ایجاد لیست های شماره گذاری شده رو هم خواهید آموخت. به بخش هاوس در این صفحه عوامل اصلی نگهداری گیاهان آپارتمانی رو پیش از این وارد کردیم. قصد داریم این موارد رو در یه لیست شماره گذاری شده نمایش بدیم. ابتدا اقلام لیست رو انتخاب می کنیم. سپس در سربرگ هم روی نامبرینگ برای ایجاد لیست کلیک می کنیم. این لیست ها تمام ویژگی های لیست های نشانه گذاری شده رو هم دارن. به عبارت دیگه در این لیست ها نیز با فشردن کلید انتر یک سطر به لیست اضافه شده و شماره گذاری اون به روز رسانی میشه. برای ایجاد سطح بعدی از کلید تب استفاده میشه. و برای رفتن به سطح قبلی از کلیدهای ترکیبی شیفت و تب استفاده می کنی. در صورتی هم که نیاز به یک سطر از لیست نداشتیم کافیه بک بزنیم. برای خارج کردن هر محتوا از حالت لیست بایستی مجددا روی یکی از گزینه‌های نامبرینگ یا بالت کلیک کنیم. مثلا این لیست رو انتخاب می‌کنیم. در سربرگ هم روی نامبرینگ برای خارج کردن محتوا از حالت لیست کلیک میکنیم. آخرین روش برای ایجاد لیست ها استفاده از های صفحه کلیدیه. برای تبدیل این موارد به لیست های نشانه گذاری شده پس از انتخاب اقلام میانبار کنترل و نقطه رو میفشاریم. میبینید که لیست ایجاد شد. و برای تبدیل این لیست به لیست های شماره گذاری شده از میانبار کنترل و اسلش استفاده میکنیم. در این درس با سبک های مختلف ایجاد لیست در وان نوت آشنا شدیم و تنظیم گزینه های لیست رو به خوبی یاد گرفتیم.